در تاجیکستان اینا صفحات تاریخ خود دوباره بازسازی میکنند. دوم دیگه به مردم افغانستان بگویم که اینجا 50 مملکت دنیا را ناوردن، عسکر 50 مملکت دنیا نیست. اینجا مردم تاجیک زیر رهبری یک رئیس جمهور خوب کار کردن و این امیر را جور کردن. دوستان عزیزم سلام عرض میکنم. تاریخ 20 ماه مارس سال 2021 میلادی است. روز دوم ما در تاجیکستان البته دیروز ناوخت رسیدیم. امشب یک خواب صحیح کردیم و آمدیم که تاجیکستان را ببینیم. جای اول را که ما امروز میخواهیم بگیریم به نام شهر حصار است که ما در پیشتر ما میبینیم. بعدا در درو میریم میبینیم یک جایی است که در اطرافش زمین های زراعتی است، مالداری است، یعنی یک جایی دیده که در طول تاریخ برای پادشاه‌ها و سلسله های شاه هایی که در این منطقه می آمدن به این حصار زندگی می کردن، تمام چیزها در این منطقه مهیا بوده، دریا بوده، کوه بوده، زمین های زراعتی بوده، مالداری بوده. بنان این یک سلسله شاه های را از حدود شاید 1500 سال تا امروز این در خود داشته. سلسله های مختلف در این آمده از آخامنشی ها تا کوشانی ها تا دوره سکندر و تیموریان و چنگیز خان و غیره و غیره. و این حصار در پشت سر ما دارها ویران شده و دارها دوباره جور شده، چنانچه مناره های از این همین قسمت بالا یا کلای از این مناره ها که میبینیم از سال 2011 دوباره ترمیم شده. یک قسمت دیوارهای از این سال 2013 ترمیم شده، قسمت های دیگه از این به سال های مختلف رابطه داره. این دوست عزیز ما در اینجا که هستن اسمشان اکمل هستن. آقای اکمل چقدر دیره که شما اینجا کار میکنید؟ نام 10 سال مشارکت کردم. چی رشته تحصیل کردم؟ من تاریخ نگار هستم و در اینجا وظیفه هم باشد مدیر آثارخانه تاریخی. خیلی خوب. یعنی شما تاریخ قدامت تاریخی از اینجا حدود چقدر سال میبینیم؟ چند سال سال میبینیم؟ همچون یادگاری باستانی این قلعه تاریخ 8000 ساله دارد. چون که از درون قلعه یک چشمه هست، اطراف آن سنگ های یا شد آلات های سنگی که به دوره نیولیت تعلق دارد و باز هست قبر های مدنی به دوره برونز. و دیگر آن قبیله هایی که از هخامنشی سرکرده تا امارت بخارا قبر های مدنی در این قلعه هست. حال امروز همین جماعت که در اینجا هست با وجود که مریضی کرونا است اینا که قدر بخاطر چی است؟ بخاطر نوروز است یا همیشه هم بخاطر نوروز است؟ قدیم الایام این جشن بزرگ بسیار اهمیت مهم مردم تاجیک دارد، نابسته از فشارهای سیاسی که در طول تاریخ شده بود این جشن از بین نرفت. بودن سیاستهایی که میخواستند این جشن برهم کنند، لیکن نه، چون این جشن در خون مردم تاجیک است و از دست نمیرد. اینی سه، اینی قسمت ایتفه هند میدست، یعنی به دست ساخته شده. همی خاک همه قدر آورده شده و آورده شده که بلند شد و در بالای از این بنایی که هست، این بنا دوباره بازسازی شده، ولی این جای پادشاه ها بوده و قسمت دیگه قسمت سرباز ها بوده که این طرفه نشان میده که قسمت سرباز ها و به طرف دست راست ما در این طرف باز قسمت مواشی و حیوانات و اسبا و غیره غیره بوده. و این نوروز است که مردم به اینجا کشانده و تعداد زیاد مردم یعنی جشن میگیره. ای کاش که قلعه ها و این دیوار ها و این خاک ها زبان میداشت که چیزایی را که دیده بود برای ما میتونست قصه کنند. در این منطقه ده ها هزار نفر کشته شده برای دفاع از قلعه و صدها سال سلسله های مختلف در ایجا سلطنت کردن.
با شما چهار اطراف پیزرسای کنیم، هنوزه در بالا نرفتیم. میبینین که چقدر یک منطقه زیبا و خوبه. و چرا پادشاه ها دیر انتخاب میکردن که در اینجا باشه؟ این قلعه را ما پیشتر گفتم که قلعه پادشاه ها بوده. از اون سو که میاییم قلعه دروازه باز میکنه و دو طرفه دیدیم که چیز آل بایس و اتاق های که دوکان ها جور شده، ولی در وقتش این اتاق های سرباز هایشان بوده. ولی این قلعه را وقتی میبینیم که چقدر کلان است که از این دروازه عبور میکنیم، اون سو تر میشیم، باز میبینیم که چقدر کلان است. از باشی دکتر رو نمیبینیم خسته بیا گام مغزشون رو کشش شده. حال شما میبینیم که قلعه چقدر کلان بوده، یعنی یک شهر بوده اینجا که شاید از آرها جیب زمین ایده خود داشته. قسمت پایین ده اینجا دوست ما آقای اکمل گفتن که به اونوی سر یک چشمه بسیار کلان آب بوده، و دلیل دیگه که اینجا قلعه ساخته شده اما منبع آب ازی بوده که در اینجا بسیار آب بوده. و در این سالهایی که شوروی آمد فکر میکنم که اتحاد خانه های سربازا که در اینجا بوده دیر توسط بولدوزر تیره کردن، در چی دم چشمه انداختن که این سر بر استفاده دوباره اچ کنن. از این خاطر شاید که آنی چشمه را بخوبی دیده نتانیم کلشان، ولی میرون او را هم میدینیم. و در اینجا مردم ها که میاید باز در نوروز یا در هر وقتی که میاید در اینجا محل از سواری بینا هستن که در پایین از کار میبینیم، یعنی مردم مثل سابق همون هنر و فن اسب سواری خود نگاه کردن و نگاه کردن اسب و چیزا هم یکی از آبی ها یا یکی از علاقمندی های مردم منطقه است. همین قلعه را که از پایین نشان میدادم، حالا آمدیم در مابین از این. یعنی شما خوبی یک حکومت از روی زمین میفهمید، سعی کنید این را دوباره بازسازی میکنند. همون ایسه که از پادشاه ها بید، همین چوبکاریی که دیجه شده، کندکاریی که دیجه شده، شما به تمام ستون های از یا پایه های از این را ببینید و شما ببینید همین کار را که در سقف از این هست. یعنی کل از این کار دست است و کار چوب است، کندکاری شده. یعنی یک معماری که با گذشته های گذشته میماند، یعنی نشان میده که حکومت چقدر با بناهای خود ارزش میده که دوباره ساختن، بازسازی کردن. این فلور از این که هست، همین سقف از این میامینه دوباره این بازسازی شده. و از اینجا که میایین شما میبینین که امی بناهایی که در فالوی از این قلعه بوده، از نقطه نظر تاریخی میبینیم که چقدر بناهایی که صدها سال قدامت داره در این فالوها هست. و از این که پیش میرید اون تپه اول که هست دوم نیمکو هسته، و این تپه و یکو در اونجا یک دریا هسته به نام دریای کافرنهان آقای اکمل گفت. از این سو یک دریای دیگه است که یک از این میره در اون قسمت ها با هم یک جای میشن. اینا میرن با دریای پنج که ما دریای آمو میگیم، این یک جای میشه که گویا سرحد افغانستان رو نشان میده که از این جایی که ما ایستادیم تا سرحد افغانستان در حدود 250 کیلومتر فاصله است. و اون پایین اونو را حکومت تاجیکستان جور کرده و نام نوروزگاه، البته مثل از این صدها جای جور کردن که این را تازه جور کردن. باز بعد از اون پایین هم چشمه است که پیشتر گفتیم که منبع آب از این قلعه بوده، که یعنی در درون از این اگر یک پادشاه معاصره می شد برای ماها می تانست که آب و نان خود داشته باشه. و اینی بالاها که بود محل بود که از اینجا یا می تانستن که دشمن که حمله می کرد این باز بزنن. و اینی پایین اگر بگیرین اونو جای سربازایشان بود، و اینه در این طرف که بیاین دوباره از این سنون بیاین اینه که سعی کنین اینی جای سربازایشان بوده، اینی پایین ها، و اینی جایی بود که اگر مردم حمله میکرد از چهار طرف دیوار بود و بلندی ها بود، یعنی یک پادشاه در اینجا محفوظ می بود. البته حالا دیگر در چهار اطراف از این زمین هایی که یک وقت
مرکز سلطنت یک پادشاه بوده که تا شیبانی ها و اشترخانی ها و اینا داخل بوده، قرار گفته آقای اکمل که در این میجه از تیمرلنگ تا چنگیز دیگه جمله کرده، از او پیشتر از او و تا اینمی سالهایی که شوروی ها آمدن این جای گرفتن که شاید سال 1930 تا 1940 است که این جای را اونا تصویر کردن، که باز در سال 1992 که شوروی بعد جنگ های افغانستان سقوط میکنه و از اینجا تسلط دیگر مملکت ها پس میشه و خود تاجیکی ها قدرت میگیرن و حکومت نو خود جور میکنن که آقای امام علی رحمان امیال رئیس جمهور از این مملکت ها. و واقعا ما برای شما نشان میتونم که شما ببینین که این نفر در این مملکت چقدر کار کرده. و دیگر چیز بسیار مهمه که ما به شما نشان میتونم، سعی کنین در اینجا یک نفر نمیشینه که رفع حاجت کنه. این یکی در افغانستان میبودم هر جایی که بودی مردم میشتر رفع حاجت در اینجا در اطراف ازی مسترا هسته یا جایی که یک آدم میتونه استفاده کنه. حال در این بالکنی دیگه از امی قصر بازسازی شده هستیم که اون طرف دوشنبه است، اون در اون طرف خود شهر دوشنبه است و این در واقع بسیار یک منظره خوب از امی شهر دوشنبه را نشان میده که شما سعی میکنین این چهار طرف از این زراعت ها. شما میفهمین که تاجیکستان خردترین مملکت است در آسیای میانه، ما فکر میکنم بین قرقیزستان و بین تاجیکستان، شاید تاجیکستان خردترین باشه یا قرقیزستان، در حدود 140,000 کیلومتر مربع است، اما 93% تاجیکستان کوهستانی است، یعنی چهار طرف سعی میکنین کوهست، اما سعی کنین اینه اینجا زراعت سعی کنین، این تمام سرسبزی هایی که اونجا میبینین کلش احتمال داره که گندم باشه و اینا در ماه مارچ است که وقت سر زده. کشور تاجیکستان از نقطه نظر مواد غذایی خود خودکفاست، از نقطه نظر انرژی خود خودکفاست، اینا احتمال داره یک مقدار بسیار کم مواد خوراکی خود از دیگه جا میارن، اما باقی کلگیشه خود از یاد ایجا از گوشت تا شیر تا جواری تا نخود تا لوبیا تا هر چیز در این مملکته که 93% کوهستانی است و خردترین کشور آسیای میانه است، اینا خودشان تولید میکنن و اینا میالم که سعی کنین اینمی چهار طرف قاد قاد خانه ها کلش زمین های زراعتی است و این دروازه از امی حصار است که تا شاید 10 سال پیش اعتراعی دروازه ساخته شده، تقریبا 2 یا 3 اینچ دبل است، اما حدود شاید 15 فیت که 5 متر میشه بلندیشه، و سعی کنین چه خوب یک کندکاری دارد اینجا. مردم می سازن وطن خدا یک یک خشت، ما ویران میکنیم وطن خدا یک یک خشت، و همی اوشککا را بی نام خدا سعی که اینیم اوشککا را بیی برم سعی که کلاگه که ای دختره که کتونیم ما یک ساعت پیش که آمدیم ایجا هنوز تعداد کم بود چون صبح وقت بود، اما حال بسیار بیروبارتر شده، چهار طرف بیروبار شده، یعنی خود بیروبار به خاطر نوروز است. ایار سفری شما بسید این ای کالای نوروزی اینجا من یک چیز دیگر اینجا ویدیو میگیرم. اینجا ما میخواییم مینا را نشانتان بتم. مینا معمولا در جلال آباد بود، مانای چیز که دوشنبه هوایش سرد نیست زیاد، در کابل بسیار کم مینا میدون، مگر اینی پرندگه کار اینجا میخواییم که چقدر دیر با دیره ما میبینیم. اینم پوشتر سایتو اونو جره بگیر اونو بکار. فهیم جان فنا را در اینجا
اینا علاقمندای پیمجان فنا هستن که پیمجان فنا را در اینجا شناختن و همراه پیمجان آمدن که عکس میگیرن. یو اما کسا نگو خبه؟ سعی کنین اینی کشور تازه به استقلال رسیده تاجکستان است. از اول اینی بنای موزیم تاجکستان است که تازه ایجاد شده 10 یا 15 سال است و تمام از این کارهای حکومت نشان میده. این حال ما از اون قسمت آمدیم، اون گنبد فیروزهی بلند که است کاخ نوروز بود. این حال در این طرف اینی قصر ملت است. قصر ملت جای رئیس جمهور تاجکستان است. باز در اونجا قصر ملی سون و گنبد فیروزهی در پشت شاخهای درخت است. ایسو بیایه کمکه که اگر بیایه اون از اینجا میایه اون است. قصر او قصر ملی است که در اوجه سروزیر به گفته تاجکا یا صدر اعظم که ما میگیم در اوجه میباشه، شاید هم اقتیاد از وزرا و ایناشان. یعنی که شما که میبینین که در 4 طرف که اینمی رئیس جمهور از اینا در ظرف 30 سال گذشته چقدر کار کرده، چه آبادی کرده. البته تاجکستان هم بعد از اینکه از چنگال روس خلاص شد برای 7-8 سال اول درگیر جنگای داخلی شد، در اینجا 150,000 نفر کشته شد درگیری بین کسایی که طرفدار حکومت اسلامی بودند طرفدار و کسایی که حکومت‌های کمونیستی یا سوشالیست‌های از اینجا و مردم‌های مختلف اینجا جنگ شد و با وجودی که اینا کلش تاجک بود، کلش فارسی زبان، اما حدود 150,000 نفر در اینجا کشته شد. یعنی تنها 20 سال گذشته را اینا آرامش داشتن و اینمی رئیس جمهور در اینجا سال آورد که در گروپ های مختلف گپ زد، اینا را آشتی ملی داد و با مردم ثبوت کرد که همین کار که من میکنم درست است و اینی ثمره کار در واقع 20 ساله از این رئیس جمهور امام علی رحمان است. ما میفهم که رئیس جمهور افغانستان آقای اشرف غنی در حدود 2-3 هفته بعد از ما در اینجا تشریف میاره. آقای غنی، امیدوار هستم که مشاورینت این ویدیو را برات نشان بدن که تو در 20 سال گذشته پشت پرده و پیش روی پرده رئیس جمهور افغانستان بودی. خدا بابا میگی مگر سعی که اینمی بزرگترین شعار تو اینمیست که شما کلتان اولادای مستین، قتل عام میشین، روی خونتان سرکار میگیرن، مگر اینی امتحان الهیست؟ اما اینی رئیس جمهور از این مملکت این کار نکد که قتل عام مردم خدا بگویه که امتحان الهیست، بلکه کار آسمان و الهی را به الهی گذاشت، در زمین دستار برزد، کار کرد، وطن خدا آباد کرد. حالا از نزدیکتر این قصر رئیس جمهور نشان میتیم که همه جای بود و باش رئیس جمهور و فامیلش است، قصر ملت. و در ایسو اگر سعی کنین همه کلایم در سرم نیست، یه افتی را که سرم بخاطر که ما بیرق سیل میکنم. این بیرق را که سعی کنین 165 متر بلند است و نفر کمره ما نزدیک است که بفتکی را بلند بود. کاش که خود از این هم ایجا یک ویدیو کنم. خود بیرق 30 متر برش است، 65 متر درازیش است که فکر میکنم در جمله اولین یا کلانترین یا دومین بیرق کلان است که در آسیا است. خود امی پایه از این اگر ببینین، شما سعی کنین او پایه را در حدود شاید 8 فوت قطر از این است، یعنی شاید 7-8 نفر یا 10 نفر که دستای خود یک جای کنن که بتانن ای را بغل کنن، یا حداقل 6 نفر سایی بسیار مقبوله. یعنی در اینجا سعی کنین این امی 4 طرف که ببینین این مردم برای مملکت خود کار کردن و کلگی اولادایشان خودشان در اینجا لذت میبرن. این آقایی که در اینجا استاده است اسم چیست؟ اسم محمد. این آقای محمد اینجا در پارک آمده نوروز تجلیل میکنه. این منطقه خوشت میاد؟ یکی از جای خوب است برد؟ بله. هر وقت اینجا میایی یا از خاطر نوروز امروز آمدی؟ از خاطر نوروز آمدم. خب نوروزت مبارک.
سال خوب و خوش داشته باشی. نوروز شما هم باره. سلامت باشی. ایجا چقدر در کجا زندگی میکنی؟ چقدر دور؟ نه اوقدر دور میباشد. نزدیک است. اوقدر بسیار دور نیست. و نگفته نمانه که نه ای گلای لاله که من ایجا دیدم که چقدر پیاز لاله شاندن. ای گلکای لاله را سعی کنین نه کلش سر زده. مردم که میایه از این لذت میبرن. اینی انها و اقسام لاله، یعنی یکان در فکر میکنی که در عالم دستی بغلای سرکایشان اینایشان سعی کنین چه خوب یک گلکای مقبول لاله در اینجا هستن. و در این طرفی گلای دیگش اینی درخت هم مچم که این مگنولیا هست یا نه؟ ما در امریکا فکر میکنیم که ایره داره مگنولیا میگیم. اینه یام در اینجا گلش شگفته و خودش نشان میده که ماه مارچ چی شده. همین مگنولیا است. از این ما در امریکا داریم. یعنی جالبه که این نباتات درخت ها را اینجا آوردن. این درخت ها که زرد مقبول ایران ما در امریکا داریم. میال نامش در فکر نمیگرده. یعنی یک پارک بسیار مقبول، یک لندسکیپ بسیار مقبول، بیلدنگ های مقبول. اینجا اولادا از یام مبره این پارک بسیار بیروبار است. همیال دیو طرفاش، یعنی اینجا مردم می اولادایشان می خودشان می لذت میبرن. اما من نمیفهم که مردم در کابل در کجا میرن که لذت ببرن. و این کلش نشان میده کار یک مرد خردمند به نام امام علی رحمان و مردم زحمتکش از این مملکت برعکس مملکت ما که خدا به خدا سپرده. اینا کار کردن، کار آسمانی خود به آسمان سپردن، در کار زمین ای را به خدا نسپردن، ای را به بازوی خود و به مغز متفکر و کارهای خردمندانه خود سپردن. امیدوار هستم که اینا یک انگیزه خوب بده برای مردم ما در افغانستان. این مجسمه مجسمه شاوشتاس است که اولین پادشاه از سلسله کیهانی و از حامیان بزرگ زردشت بوده و این پادشاه مقرش در بلخ بوده که در اینجا مجسمه ساخته شده. در افغانستان ما حتی نمیفهمیم، یعنی که مردم در تاجیکستان و حکومت تاجیکستان بازسازی میکنند صفحات تاریخ خود که با تاریخ ما یک جای از دوخته شده، اما ما اونو قسمت کنده شده از این تاریخ هستیم که خود نمیفهمیم، تاریخ خود نمیفهمیم. و حکومت ما در جنگ و قتل و کشتار مردم خود مصروف است. در اینجا مردم دوباره بازسازی میکنند صفحات پاره شده تاریخ خود. ابو علی سینای بزرگ است. از سال 980 تا 1037، یعنی تقریبا 257 ساله فوت شده. دینی مملکت ابو علی سینا را یک مجسمه شجور کردن. در افغانستان اصلا این کارا صورت نگرفته. این بخلم اسماعیل چی هست؟ سامانی؟ سامانی. آها. او دیگه مجسمه؟ بله. اما نه، اینی مجسمه؟ ابو عبدالله رودکی است. خو رودکی، یعنی رودکی را آدم میتونه بگوید که پدر شعر فارسی بوده. ما که در مکتب میخوندیم که بوی جوی مولیان آید امین، امی شاعرش است. و در زمان سامانی ها اینا بازسازی کردن لسان فارسی دری تاجیکی را. بدون یک آدم مثل رودکی شاید ما عطا مولانا را نمیتونستیم داشته باشیم، حافظ را نمیتونستیم داشته باشیم. اینا همی لسان را که زیر پای عرب و اینا از بین رفته بود دوباره اینا بازسازی کردن و باعث از این شد که لسان زیبای فارسی دری تاجیکی به یکی از بزرگترین لسانهای دنیا و از همه که مهمتر به یکی از زیباترین لسانهای دنیا تبدیل شود. این رودکی بزرگ است.
حال امی امروز بعد از حصار آمدیم کاخ نوروز. این حدود 6 سال است که بنا آباد شده و یام از کارهای حکومت نو تاجکستان است. در اوجه به نوشته سیریلیک شبیه به الفابت روسی است، شبیه به او است، نوشته شده کاخ نوروز. اونه در اونو بالا خانم برنا رهنما است در ایجه که خودشان کلمه راه بلد استفاده میکنند که کلمه بسیار زیبای دری فارسی تاجیکی است. شما خود معرفی کنین، ببین که چقدر ایجه کار کردین، اگر بفهمین که چقدر این کلانه، چقدر سکویر میتر. این بینای نو است و 6 سال پیش از اون کشوداشوی رسمی بود. و از همین کشوداشوی رسمی که بعدی سمیتی شنخای برگزار گردید، اول یکمین چورابینی دولتی سمیتی شنخای برگزار گردید، بعد از اون کشوداشوی رسمی مجمع به خاطر عید نوروز 19 مارتی سال 2015 شد. از همین کشوداشوی رسمی من در حیثی همچون راهبلد در اینجا فعالیت میکنم. بله. و این بنا با سفارش پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان ساخته شده است. ایده همین کس و یکی از دستاوردهای ملی دولت صاحب استقلال تاجیکستان میباشد. خیلی خوشحال هستم. شما تمام هنرمندی هایی که ما داریم در این بنا چنان تصویر شده است که این بنا در آخری ساختمان به یک قصر به نظیر تبدیلی در جهان نظیر ندارد. بله، اما تو را مست و واقعا یک قصر بسیار زیبا است. حال ما میریم در درون این بنا را از درون میگیریم. 436,360,000 اسکوئر فیت است. بسیار کلان یک بنا است و امی کلرایش یا ستونایش که میبینین یعنی کل از این ساختمان گل نیلوفر آبی. شما بگوین که با گپ خود این همه تمام ستون ها عکس نیلوفر آبی می باشد که این از تخت جمشید 6000 سال پیش از امین وقت تاریخ شده است. از تخت جمشید گلی نیلوفر آبی می باشد. نیلوفر آبی منظورشان نیست که رنگ آبی، منظورشان که نیلوفر که در آب رشد می کند گلی لوتوس. لوتوس من از تخت جمشید خانم بر خب اولی که شما مو سقف بگیرین اینجا این رنگ ها یکمه که تابوس ها هستن. اینا تابوس و نشانی جمهوری تاجیکستان در ها اونجا به دستاورد های دولت صاحب استقلال تاجیکستان از پرچم نو و نشانی جمهوری تاجیکستان، اون تونل هایی که از که ها گذاروندن و 1000 کسا پروگرام بود افغانستان هم اشتراک کرد. باشین شما این همش این دستاوردهای اصطلاحی بسیار خوب کار میگیرن. استقلال تاجیکستان در اونجا عکس یافته است. هانم در اونجا انا توسو هستن. اما اونجا اما یک چیز بسیار خوب که اینا میگن، میگن دولت صاحب استقلال تاجیکستان. ای کاش که ما این را یک روز در مملکت خود گفته بتانیم که دولت یا حکومت صاحب استقلال افغانستان. ما جشن استقلال میگیریم ولی پیسه بیرق ما را یک مملکت دیگه میتر. اما سعی کنین که چقدر زیبا است و اینا به چقدر افتخار میگن دولت صاحب استقلال تاجیکستان. و در اونجا پرچم یا بیرق تاجیکستان در اون رو وسط در بالا باز هیکل اسماعیل سامانی در اونجا رسامی شده. قصر ملت، قصر ملت که در اینجا از یک بنای دیگه است به نام قصر ملت در اونجا رسامی شده. همدانی بعضی جای های تاریخی و بعضی جای تاریخی تاجیکستان در امی چت چی شده رسامی شده و بسیار ظریفانه و مقبول. انا این تالار دیدار حاضر با شما میرم. تالار هایی گفتین که این در جمله نومین معجزه این بعد اخیرون کنفرانس که در اینجا گذشت سیکا کنفرانس 15 ایونی سال 2019 که سیکا کنفرانس 35 دولت اشتراک کرد. سیکا کنفرانس
سیکا کدام است؟ این 27 دولت اشتراک کردن که آسیای مرکزی. آسیای مرکزی. عبدالله هم اشتراک، افغانستان هم اشتراک کردن. آه دکتر عبدالله. با نوزیرو 35 دولت بود. هر سال بود. بسیار خوب. و در او وقت گفتین که به نام چی جا درد شد؟ اینا بعد همین جلسه ای که گذشت در دولت چین در پایتختشون پکین مصلحت کرده اعلان کردن همچون هشتو معجزه و دردانه در بین دولت های شانخای. مجسمه چی؟ ای امی دردانش بسیار یک طرز خوب تصویر از ایجا است که باعث یکی از بناهای دردانه یا اشتمین بنای دردانه میگن درد شدک در خود چین که بعد از اینکه اونا آمدن جره دیدن و بررسی کردن این نمره را برای از اینا دادن. معجزه‌ش خو یک سوبانین، اما امی دردانه بسیار خوشم آمد که اینا گفتن که وایس دردانه. خانم برنا شما بگوین که ایرا ما میتونیم کرا بگیریم چند قیمتش است برای یک شب؟ همچون دیگر رستوران های شهر هست. آها. همون نرخش هم برین. این اگر شما پولی ما کتی فهمید، اگر نفهمید دلار کتی هم 25 دلار با غذا با خوراک نفر، یک نفر با غذا بدونی الکهول. آها. این هم... الکهول هم ممکن یه چند خیلی بیرانو نیکی بدونی الکهول یکم دویم نمودی خوراکا پور میکنن 25 دلار با غذا اجاره انمین تو. یعنی ما میخوایم برای مردم در افغانستان و در امریکا و اروپا بگویم شما مثلا عروسی دارین، نفر 25 دلار در اینجا شما را چارج میکنه برای غذا و سعی کنین که چی یک سالون مقبول یک خاطره میمانه برای شما. من این زینه پولی ای که ما اگر ایره میفهمیدم 30 سال پیش ولی جا نبود 30 سال پیش، 6 سال پیش از اون شده شد. اما چون زارم که سالگری عروسی خدا ایجا بگیرم و واقعا این شندلیرای ازی امی سقف ازی بسیار بسیار مقبول است. خانم برنا، خب دوست عزیزم شما سعی کنین شما بگوین که ای چی هست امی این کندکوری چوب داخل تاجیکستان شده؟ همه 4000 تاجیک اشتراک کرد در رفتی ساختمون. جناب عالی محترم امام علی رحمون هر هفته اینجا می اومدن مصلحت می دادن، همه کس با همین هنرمندان مصلحت کرده ساختن برای اینکه این با ما از دور قدیم همچون میراث اومده است. نمایندگی میکنه از صنعت معماری قدیم. شما سعی کنید اینی کندکاری دستی است. اینا میگن که 4000 نفر معمار و نقاش و غیره غیره که در اینجا به ساختمان از این 4000 نفر تاجک صداش و اینا تحت نظر امام علی رحمان جور شده که هر هفته اینا می آمد با این نفرها می دید و با اینا مشوره می کرد که چی رقمی جور شد. یعنی این ات نیست که همه در یک هفته یا دو هفته یا یک سال جور شده باشه. اینی کندکاری از این که بادست شده بسیار ظریفه، آنقدر ظریف است که یگانه فکر میکنی که ماشین ساخته و سعی کنی نیره بابایی هیچ کس نمیبینی یعنی دستی کردگی همی استرکچر را که اینا جور کردن در اینجا یعنی بسیار یک مقبول چی است؟ او دکش من نقاشی پایه برای سپورت از این زینه است که بسیار سنگین است. اینجا بیاین یک دفعه سعی کنین این زینه ازی که با چی زیبایی ایجور شده آنقدر مقبول که هیچ اندازه نداره، کلش دستکاریسته، کل هر خط از زیره شاید ماها گرفته برای یک نفر که تنها اینه قیده از زیره جور کنه و خود همه چی ازی کدام چوبه؟ چوب چی هستی؟ چوبی وایم از دنیا خودم چوبی وایم هست ارالا اومخته هر خی چوب بودی چین رو همه چی هست اینجا چون رنگاش رنگاش نشان میده که متفاوت از چوبای متفاوت. من این چرمغزی سرخ از دنیا خودم وایم این حال اینی دروازه همش از چرمغزی سرخی تاجیکستان همش هر خی. حالا شما میفهمین بازی میریم تالاری ارشنگ. حال شما میفهمین که در تاجیکستان چرا چهارمغز پیدا نمیشه؟ سعی کنین ای از کدام چوبه؟ چهارمغزی سرخ تاجیکستان. چهارمغز سرخ تاجیکستان. حال
کلش چهار مغزار زدن که دروازه مذاق کردم. راستی بسیار زیباست. بفرمایید. بازار پوری چهار مغز. بازار اما پوری چهار مغز. سعی کنین که چی جور کرده؟ یعنی یک دردانه که پیشتر گفتین همی خودش یک دردانه هست. 6 تن و 700 کیلو قندیل. این قندیل ازی 6900. 6 تن و 700 کیلو. 6 تن و 6 تن و 6 tons and 700. 6 تن یعنی 2000 پوند. 6 تن و 700 کیلو بود. آها. قریب 7 تن. 6 تن. یعنی میتونیم که بگیریم 7 تن بگیریمش. هر تن 2000 پوند است. به حساب کیلو تقریبا 2700 یا 800 کیلو هر کدامش میشه. من اینم دو چوب چین دیگه. این رنگ نیست. وای دیره سعی کنین که این از چوبای مختلفه. این رنگ نشده ای چوبا. رنگ طبیعی چوبای مختلفه. سعی کنین همین رو بگیرین. بعد شکلی ستون هومو شکلی از بوبی موسیقی. باشه دیره بگیریم. بای نشم که کشوری که بای نشم. آه بسیار خوب. بایدش ببینید. این گنبد کلانترین در آسیای مرکزی است. در دیوارها پر گچکاری دستی در روی آینه. شکل ستونها در شکل اسباب موسیقی کرنای سرنای. در روز داریم که میدونید شما. بله بله. در شکل کرنای سرنای کردگی ببینید. یعنی به این معنا که ار پایه را که ببینید مثل یک سرنا ساخته شده. این اگر راستی دقیق شوین یک دانه پایه را بگیرین تا اون نیسته بالا که به حساب امو دهنه سرنای است و امو ترتیب یعنی یک آله موسیقی هر پایه ازی است و سقف ازی بلندترین سقف اینا میگن در تمام آسیای مرکزی. این گنبد گنبد کلانترین در آسیای مرکزی بلندترین کلانترین گنبد و کلانترین بلندترین و کلانترین کلانترین گنبد کلانترین گنبد گنبد دوم کلانترین بله گنبد در آسیای مرکزی. بله ما گنبد شما گنبد میگیم. ما گنبد میگیم. این برای ترجمان ها در وقتی که اینجا ترجمان ها یعنی چی زبان های چین اگر کدام وای میتین مخصوص گوشکو میتین و اینجا ترجمان های سینخرونی میشنن. آها سینکرونایز یا بعد میشنن و ترجمه میکنن گوشه شما گوشکو کدام چین انگلیسی فارسی در اینجا ترجمان ها میشنن که دیده نمیشن هر کدام از این برای یک رئیس جمهور مستقیما ترجمه میکنه او در گوشش است و ای در اینجا گفته میره با اوجا با یک لسان گپ زده میشم مثلا فارسی و اینجا باز به انگلیسی و چینایی به هر لسان دیگه ای را ترجمه میکنن. بعد وقتی که اینجا جلسه ها برگزار میگردن اینا کرسی ها سه دوره میستد 300 نفره جلسه ها 400 نفره جلسه ها برگزار میگردن. یکمین جلسه در تالار زرندود این سمیت بین المللی سازمان شانگهای سال 2014 با ناظران اینجا شده گذاشت. بسیار خوب. آخران سیکا کنفرانس شد. در بین آن اینجا خیلی زیاد جلسه ها داشت. اینه مردم افغانستان ببینین که مردم برای خود چی جور میکنن. مردم برای خود جنت جور میکنن. ما مملکت خود جهنم جور کردیم. قتل عام مردم خود ما میگیم امتحان الهی. اینه اینی امتحان الهی است. اینجا خونچه آینه بندی داریم. اینجا باید برای صحبت میاد باید کوفی بریک. خونه انتظار شوی هم حساب میشن تنم کوری آینه بندی در دیوار پورا گنجگوری در آینه خب این اتاق آینه بندی میگن شما این برای کنفرانس های یک به یک مثلا دو رئیس جمهور میاین در اینجا در یک جای زیبا اون نشان جمهوری تاجیکستان صحبت میکنن و اگر یک کسی در اینجا انتظار میخواه بکشه یک چیزه یک آدم مهم باز در اینجا میارنش که در اینجا انتظار بکشه بازم شما سعی کنین این دروازه را امید
چوبکاری که دیجه شده، دستکاری که دیجه شده و دستکاری شیشه که دیجه شده، هر کدام از این آنقدر ظریف است، یعنی امی هر سه از شیشه را که شما میبینین که با چقدر مهارت شانده شده. یعنی ما کار ساختمانی میکنم و ولی کار با مراتب ظریفتر از کار است که ما میکنیم و دشوارتر. شما سعی کنین هر قسمت از آینه را، من دست نمیزنم که چاپ دستم نمانه، اما سعی کنین شما باز هر توته از آینه ایسوان شده که شیپای مختلف مثل دایموند یا الماس که چی میکنن، هر کدام از این الماس کاری شده. یعنی از الماس نیم، منظورم است که همون زاویه ها برش داده شده. در تالار آینه بندی خانه انتظار که اینجا باز آن وقتی که دو پادشاه یا سه چهار نفر میان میشینن گپ میزنن، یک قسم دیزاین شده که اونا ذهنشان غیر مستقیم انترتین شوه، مصروف باشن و زیبایی. سعی کنین شما رنگای مقبول از آینه ها اینجا و کار زیبایی که در اینجا شده باز در اینجا اگر سعی کنین هر نقطه از این مثل صف های رواره رنگش و در اینجا که شما میایین این نقش ها را میبینین، این ذهن شما را اینه پرشم های مامانه کنین. سالی 2014 ماندند برای خاطره همچون نخستین چورابینی دولتی که در کوخ نوروز برگزار گردید. روسیه، چین، ازبکستان، قرقیزستان، قزاقستان، تاجیکستان. بله. حاضر هندوستان، پاکستان هم اما شرم و اشرف غنی که دیگه از جمله کشورهای همسایه هم بیرق افغانستان نیست، چون ما یه ارزش برای خود ندادیم. او تالار دیدار بود، حالا میریم این تالار دیگه که تالار ارژن است. مرحبت، کوبوری ارژن، کوبوری پیر ارژن. حاضر ما میریم 3000 متری مربع کاری دستی با سنگ های تاجیکستان، مرمر های تاجیکستان، سنگ خورای تاجیکستان. یکومین جلسه سازمان شانگهای بین نازی رو سال 2014 در همین تالار شده گذاشت. از آینه بندی میداریم خانچه آینه بندی برای یک با یک هر قسمت از این دیوار یک سنگ خرد نقاشی شده و جور شده و شما همونطور که میرین خود سقف از زیره شما سعی کنین همین چت از زیره که با چی زیبایی جور شده. اینال شما بیاین همونطور که سعی میکنین هر کدام از این یک ساچه هنری زیبای دنیا در هر قسمتش است. اینا از نقاشی های گلستان سعدی است. این پارچه و اون پارچه کل از این پارچه ها اینا از سنگ هستند. خیال آدم که قالین یک چیز است. یه ار سیزی یک سنگ مقبوله، این سنگه و سنگ هم از سنگ های خود تاجکستانه. این سنگه، این سنگه، این سنگه، اینی سنگه، این سنگه، این سنگه، اینی سنگه، اینی سنگه، کل از این سنگ های تاجکستان است و باز هم سعی کنین ار پارچه ازی ایتو نیست که یه ار ستون ازی این رقم نقاشی شده باشه، ار کدام دیزاین هایش فرق داره، این با اینی فرق داره. نقش نگارو کمتر دیزاین این تالار از مقبره سامانیان بخارا گرفته شده است که تاریخ عصر 8-9 زنده کرده شده است. از مقبره پادشاهان سامانی گرفته شده که دیجه که یکی از افتخارات مردم تاجیکستان، مردم افغانستان، مردم ایران است. یعنی ما یک فرهنگ مشترک داریم، یک سفره فرهنگی مشترک چی میگیریم، تعلق داریم. من این برای ترجمانو، من این خونچه برای ترجمانو، من این سنگ لاجورد، این کلش سنگ نه بولوشه، من این لاجوردی بدخشان، پامیر. آها. من این مرمری پنجکین، شمالی تاجیکستان، من این افیت نماش، یک نمودش از شمال خوجان، دیگر نمودش از پامیر شرق، این اونیکس. اونیکسی نوحیه شهری نو در دیوار میبینید که
اونجا پشتش به چراغ موندگی اونیکس شوی میگذروند شوی لامپ رو ببینید اونا این اونیکسی نوحیه شهری نو من این مرمری داشتگی نوحیه وانج انا این بعدی ولکان ها با وجود آمدگی سنگو میلیون ها سال پیش ولکان بود بعد انا این توف انا این گابرو توف من این کافکاش شما کافکا چی میگوید کوپوک کافکی انا این سنگ مرمری آگا جون من آوردم میهمان من این آوردم من این همدخوری دستی لوسترا 3 تن و 700 کرون چقدر؟ 3 تن و 200 کرون چت از ایره بگیر که چقدر مقبول همی شندلیر بزرگه که در اینجا ساخته شده و هر توتی از این چوب برای یک هنرمند چقدر وقت سه تا 200 کلو جوری و برینجی برونز 3200 کلو سه تا این شندلیر که تینمی چیزای برونز که از برونز هست همی فلز ازی 3200 کلو یعنی بسیار زیاد است. این تالار زیر نظر مستقیم امام رحمان جور شده، امام علی رحمان رئیس جمهور. از جمله چیزایی که در اینجا ماندن که از سعدی تا حافظ تا فردوسی و تا سامانی ها پادشاهایش و غیره و غیره دو بالا امام علی رحمان رو میبینین با مادرش که دعا میکنن ای تمام از او سنگکاری هسته از سنگ ساخته شده ای او تالار اول تالار دیدار بود ای تالار ارجند است این حال میریم به یک تالار دیگهش که او رسای کنیم ببینین که در مردم با مملکت خود چی رقم کار میکنن این اینجا مردم میتونه با بیرق خود افتخار کنه ما بیرق خودش نیکر جور کردیم کلا جور کردیم هر چیز اما چی؟ مینیاتور از کمالالدین بهزاد خب عمر خیام شاهنامه فردوسی و دوتا اون از گلستان سعدی شیرازی برای تالار ارجند از تمام ناحیه های تاجیکستان 52000 سنگ‌های نیم قیمت بها آوردم آها با کندکوری زیبای هم هست چوب هم چوب هم سنگ بینید ستون ها نقش و نگارش هر خیل نو تکرار اینش یک نمود اینش دیگر همش نو تکرار است این از برده برده ها از تیکه تیکه سنگو چندگی اینا مینیاتورا یعنی این تابلوی نقاشی از سنگ های تاجیکستان جور شده هر قسمت از این عمر خیام آها اینی شفیع عیار عمر خیام و یا شاهنامه فردوسی دوتای آخرانش از گلستانی ما این خیلی میریم برای اینکه همه مینیاتورش ما میبینید همش در این طرف بعد میریم پیش میز شما وقتی که به این دروازه ها میبینید ظاهران تو فکر میکنین که یک کندکاری است اما باز در اینجا رمزهای بسیار نهاده شده سعی کنین اینی شیرهای بالدار است این یکی ای دو باز به این ترتیب گل ها و پرنده ها هست در اینجا مثلا من در اینجا دیدم لگ لگ ها مثلا اونو دوتا پرنده هست اونو در اونجا در باید سعبا اون در سیمرغ بابا سیمرغ در بالا یعنی در اینجا بسیار هر کدام از این یک رمز دیگه دارد که کسی که اینجا جور کده اگر بیاید برای شما اینجا تشریح کنه او خیران میمانین که اینجا چقدر چیزا هست که با چشم عوامی که از ما هست نمیبینیم اما وقتی که دقت کنیم بسیار زیبا هستند مرحمت به تالاری گلستان تالاری گلستان تنها برای پذیرایی بانکت های دولتی و رسمی بعد سیکا کنفرانس اینجا پذیرایی دولتی بود 15 میلیونی سالی بوده بسیار خوب بیاین که اینجا شما را مثل یک پادشاه پذیرایی کنیم برای این سالون گلستان است اینجا 6,500 متر مربع کاری دستی 6,500 متر مربع کلانی ازی است و باز هم کلش کار دستی کلانیش 1,650 متر کوادراتی 1,650 متر مربع 1,650 متر مربع همین نایش تقریبا 10,000 سکوئر فوت یا فوت مربع
تقریبا 10,000 ضرب 9 میشه. من اینا بینید بدون به ستون در میونه ساختگی. 10,000 نه تقریبا 15,000 ببخشید. 15,000 اسکوئر فوت. به ستون در میونه ساختگی. پهمی اون 36 متر پهمش براش. این مهم است که اینجا کدام ستون در وسط از این سالون 15,000 اسکوئر فوت وجود نداره. در روزش 36. یعنی ستونا یا بگویم ترسز که در سقف از این با در چت از این استفاده شده وزن تمام از این بام گرفته که این 36 متر ایناش 36 نو تقریبا 100 فوت دراز سر کدامش در روزش 36 متر بیستون در میونه نیست ستون باید قصر بیستون که ما میگیم اینه یه قصر بیستون من این ستون آها پشتی چوب با اوینه شما یکان شب شده که ایجا خود پت کده باشه یک بیرون نرین نی. شده که اما تو بیاین مذهب تیتان قرار کنم اینجا خوشه ها میستم بسیار با من این وای از زردوش این 94 نمودی چوب کتی چندگی فرشش همی پرکت من این سیستم ای آفتاب از زردوش از تاریخ قدیم این سیستم آفتاب از زمان زردوش که این یعنی زردشتی ها را سمبولش هست که در اینجا کار شده یعنی ما به چشم عادی به چشم عوام نمی بینیم این چیزا را اما هر کدام از این برای خود یک مانا و یک مفهوم خاص خود داره ستون ها نتکرار همه شرخی گلوی ستون ها فرق میکنند و گل های ستون ها یا می تراشه که شده و کندکاری که شده هر ستون از خود یک دیزاین نتکرار خود داره که 2, 4, 6, 8, 10, 10, 20, 40 تقریبا 100 ستون است 80 تا 100 ستون 16 جمع 16 32 36 16 جمع 16 32 32 بالا برای موسیقی نوازا اونجا جای برای ارکستر برای کنسرت موسیقی نوازا پذیرایی با کنسرت میشد اینجا آقای رئیس جمهور ما به شما مبارک میگم من منعیس یک افغان که از این کشور پالی شماستم برای شما گفتم میتونم که ما برای ساختن یک حکومتی که در روز یک رئیس جمهور مثل شما داشته باشیم جان فشانی میکنیم مردم افغانستان متاسفانه نمیفهمه که یک رئیس جمهور چی یک نقش در یک مملکت میتونه بازی کنه امیدوار هستم که با همی ویدیوهایی که ما پخش میکنیم دو کار کرده باشیم یکی مردم تاجیک را که در دور دنیا زندگی میکنن و اگر ایانن بر علی حکومت خود هستن بر ازیا بگویم نیست یک افغان کمی حکومت بسیار کار کرده در اینجا و منصفانه نیست که بر علی از رئیس جمهور و حکومت باشین یکی دوم دیگه با مردم افغانستان بگویم که اینجا 50 مملکت دنیا را ناوردن عسکر 50 مملکت دنیا نیست ایج مردم تاجیک زیر رهبری یک رئیس جمهور خوب کار کردن و اینمی را جور کردن سرک از ایره که درایف کنین که در موتر برین شما میبینین که چقدر آبادی در تاجیکستان شده اینا تریاک نمیکارن مواد مخدر به وجود نمیارن اینا تیل ندارن اما تاجیکستان یک مملکت خودکفا از نقطه نظر انرژی است از نقطه نظر مواد غذایی است تاجیکستان از وقتی که امام علی رحمان آمده تمام نقاط تاجیکستان با هم پیوست کرده بعضی جای تاجیکستان بود که برای 7-8 ماه مردم رفتن نمیتونست راه نداشت برف بود اما اینا تونل های بزرگ جور کردن که تمام تاجیکستان با هم وصل شده و این یک دستاورد بزرگ است یعنی ما مجبور هستم که آقای امام علی برای شما کف بزنم سپاسگزار هستم خدا را که اتر یک رئیس جمهور خوب این مملکت همسایه ما داره بسیار تشکر از شما که جمهور را آمده نشانی جمهوری تاجیکستان از دو طرفش تاجو و هفت ستاره در بالای آن این رمزی یکمین دولتی سامانیان می باشد من امین دولتی تاجیکستان رمز دولت سامانی بوده که یک تاج و هفت ستاره در بالای و در هر قسمت از سالون که ما رفتیم و شمول بیرونش یک تاج و هفت ستاره در اوجه گفتن از چشم پرنده اگر ببینین از بیرون اما در اینجا یک تاج اینجا بیرون بو هست هشت تاج اگه من این گنباز با اگر شما احمدی هونه تاج و هفت ستاره هشت دانه در تکی گنباز هم هست حتی در این گنباز هم یعنی این
نماینگر سمبول سامانی ها است. تاجکستان با گذشته خود افتخار میکنه، با گذشته خود برگشته که از امون جایی که تاریخ تاجکستان گذاشته بود و درگیر جنگ ها شده بود و باخته بود، دوباره از اونوی سه تاریخ تاجکستان اینا شروع کردن، از دوره سامانی ها، و امو سمبول یک تاج و هفت ستاره را اینا نقش کرده میرن در هر جای تا در ذهن مردم خود و در قلب مردم خود او را حق کرده باشن که مردمشان افتخار کنن به گذشته خود و به اساس از او یک آینده بسازن. البته مردم افغانستان در این افتخارات تاجکستان شامله، و خاطر که ما هم در افتخارات سامانی ها شریک هستیم، و خصوص که تاجکستان همی دوشنبه امروز اینا از طرف شمال سغدی ها و از طرف جنوب بلخی ها، از بلخ تا سغد یا باختر اینا کلگیشان یک مملکت واحد بوده که اکثر سلسله های شاه ها از اینمی مناطق جور شده، از اینمی مناطق به وجود آمدن و به امپراتوری های بزرگ تبدیل شدن. جالب چت از این ما میخواییم که شکیل جان بگیره یک تعداد از شاعرها در اینجا رسمش یا تصویرش هسته. اگر از اینجا بگیرین، از اینجا حافظ شیرازی است. این حافظ شیرازی، سعدی، فردوسی، رودکی، فردوسی، ابو ریحان، سینا، ابو سینا، ابو علی بن سینا، امیر خسرو دهلوی و مشفقی، عمر خیام، عمر خیام و مشفقی. از او جایی که چاپ پای تاریخ گم شده بود، از اوجا دوباره اینا شروع کردن، یعنی با آمدن روسا دیجا از سال 2000 ببخشید 1924 ایجا فرهنگ کهن از این مملکت از بین برده شد یا در تابوت مانده شد. اما بعد از اینکه تاجکستان آزاد شد، اینا از سال 1992 که در افغانستان نجیب سقوط کرد، در اینجا حکومت کمونیستی، اینا مملکتشان دوباره ساختن، تاریخشان دوباره ساختن، از اموی سه که مانده بود شروع کردن تا امروز. ولی در افغانستان در طول امی 40 سال فقط جنگ بود، قتل، کشتار. دیگه یه قابل افتخار است برای کل ما و شما و افغانای در هر جای دنیا است. اینا لازم است که در اینجا بیاین، این ببینن، لذت ببرن. و اگر شما بیاین باور کنین که سپاس میکنین که یک مردمی که نه بازم باید بگویم نه تیل دارن، نه تریاک دارن، نه مواد مخدر جور میکنه، ولی تانستن به زور بازوی خود مملکت خود قدر زیبا آباد کنن. تشکر.